بعد از بارداریتون در صفحه شخصی سازی شدتون از دکمه اتمام بارداری یا در صفحه منو از گزینه تغییر وضعیت استفاده کنید تا وضعیت مادر هستم رو انتخاب بکنید. مرحله بعد اطلاعات فرزندتون رو وارد کنید. نامش رو، جنسیتش رو، وزن و قدش رو و همینطور تاریخ تولدش رو. حواستون باشه که تاریخ تولد فرزندتون قابل ویرایش نیست. بعد از ساخت پروفایل فرزندتون نوبت وارد کردن اطلاعات شخصی خودتون هست. اینجا فرض میکنیم که شما تازه زایمان کردید و به دلیل زایمان پریود نمیشید. پس گزینه مورد نظر رو انتخاب میکنیم و تاریخ زایمان رو میزنیم. وارد صفحه شخص سازی خودتون میشین که از ابزارهایی مثل شاخص توده بدنی برای کنترل وزنتون میتونید استفاده بکنید. اینجا اطلاعات مربوط به فرزندتون رو میبینین و پایینش مقالات مربوط به شرایط خودتون رو. اگر دوباره پریود شدید و بدنتون به حالت عادی برگشت، دکمه شروع قاعدگی رو بزنین تا بتونین از ماشین حساب تخمک گذاری برای کنترل چرخه قاعدگی استفاده کنین. مثل حالت عادی مطمئن بشین که چه نوع قاعدگی دارید، منظم، نامنظم یا طبیعی. توضیحاتش رو میتونید بخونید. طول دوره و طول سیکل قاعدگی رو انتخاب کنید، در انتها دکمه ثبت رو بزنید. مانند حالت قبل از بارداریتون میتونید از قسمت ماشین حساب تخمک گذاری برای کنترل چرخه قاعدگی استفاده کنید.